فردای بهتر را با رهایی از دیروز آغاز کنیم. کاترین کهگزی هستم. امروز میخواستم براتون یک روش درمانی به اسم سایکوکینزیولوژی، به آلمانی پسیکوکینزیولوژی را معرفی کنم. این روش با فیدبک بدن کار میکنه، یعنی ما از واکنشی که عضله و عکس‌العملی که عضله نشون میده از خود بدن جواب میگیریم. همه ما از بدو حیاتمون در شکم مادر، دوران نوزادی، دوران کودکی تا سن بلوغ و به امروزمون در اطرافمون شاهد وقایعی بودیم که متاسفانه دردآور و غم‌انگیز بوده و اینجور وقایع روی روح و روان و جسم ما تاثیر متاسفانه منفی میذاره. براتون چند نمونه مثال میزنم. مثلا دعواهای خانوادگی، بیماری های طولانی عزیزانمون، از دست دادنشون، فیلم هایی که شاید ما در بچگی دیدیم یا حتی خاطراتی که خیلی خاطرات دردآوری میتونه باشه و غم‌انگیز از دوستان و آشنایان شنیدیم که همه اینا در ضمیر ناخودآگاه ما ثبت و ضبط میشه و تاثیرش تا به امروز ما ادامه پیدا میکنه. برای بهتر فهمیدن این موضوع براتون چند تا مثال میزنم. این گونه تاثیرات میتونه روی روح و روان ما یا رفتارمون و یا روی جسم ما تاثیر بذاره. برای روح و روان مثالش میتونه اضطراب ها، تشویش ها، ترس هایی باشه که ما داریم. ترس ها شکل های مختلفی دارن. ترس از دست دادن آدم ها، ترس از تاریکی، از تنها گذاشته شدن، ترس از اینکه بخوایم تو جمع صحبت کنیم یا اصلا در یه جمعی حضور پیدا کنیم. افسردگی ها و یا وسواس های فکری که داریم، افکار منفی که شاید شب ها سراغمون میان و خواب از ما میگیرن، اینا همه میتونه یکی از دلایل اون اتفاقات بدی باشه که در گذشته برامون افتاده. از لحاظ جسمی میتونه درد هایی باشه که ما در کمرمون احساس میکنیم، گرفتگی هایی که معمولا مردم در شونه و گردنشون دارن. از لحاظ داخلی میتونه عضوهایی مثل معده، رودشون یا حتی قفسه سینه، اونایی که احساس میکنن سنگینی توی قفسه سینه دارن و فکر میکنن قلب درد دارن، اینا در اطرافیان ما خیلی وجود داره یا برای خودمون پیش اومده که بعد از اینکه به پزشک مراجعه کردن و تحت درمان قرار گرفتن و همه آزمایش ها روشون شده، در آخر بهشون این جواب گفته میشه که عضو شما کاملا سالمه و این بیماری شما یک بیماری عصبی و ربطی به اعصابتون داره. در اینجور موارد من میتونم به شما کاملا اطمینان بدم که ریشه عصبی این گونه بیماری ها و درد ها در گذشته شما و در احساساتی بوده که یا دیده نشده یا واقعا حل نشده و همچنان ثبت در ضمیر ناخودآگاه ما باقی مونده و داره استرسش را امروزه به ما میده. روش کینزیولوژی به درمانگر این امکانو میده که با دست گذاشتن روی عضوهای مختلف بدن و با عکس‌العملی که عضله نشون میده، نه تنها اون عضو آسیب دیده رو تشخیص بده، بلکه اون اتفاقی که باعث استرس این عضو شده و حتی زمان وقوعش را تشخیص بده و درمان کنه. حتما از خودتون میپرسین که این کار چجوری امکان پذیره. من ازتون دعوت میکنم که در ورکشاپ ما شرکت کنین. در اونجا من به طور کاملا علمی و تخصصی این روش را براتون توضیح میدم و خود شما از بین تماشاچیان و اونایی که حضور دارن میتونید یک کاندید درمانی را انتخاب کنید که من تمام مراحل تشخیص و درمان را در پیش چشم شما بهتون نشون بدم. این ورکشاپ ها در شهرهای مختلف آلمان برگزار میشه و جهت اطلاع رسانی و آشنایی با این روشه. حضور شما در اونجا کاملا رایگان خواهد بود و من خوشحال میشم که همگی شما را اونجا ملاقات کنم و سوالاتون را پاسخگو بشم.